بریم برای ساخت و انیمیشن اقیانوس. با من تا ادامه ویدیو همراه بشید. خب اول از همه من باید یه دونه پلن وارد کنم. من اینو اینجا حذف میکنم، شیفت ایو میزنم، از قسمت میش یه پلن وارد میکنم، یه ذره بزرگش میکنم. ما باید وارد قسمت مودیفایر ها بشیم. از قسمت اد مودیفایر بخش فیزیک، ما با فیزیک کار داریم. ببینید اوشن همون اقیانوس میشه. من روی این میزنم و روی این پلن ما اعمال میشه. اینجا بخش تنظیماتشه. ببینید از اینجا ریپیت ایکس و وای زده، یعنی بر محور ایکس و وای. زد که نمیدونه باشه. خب مثلا اگه من توی محور ایکس یه دونه برم بالاتر و مقدار دو رو اضافه کنم یا بیشتر، این در جهت محور ایکس بهش اضافه میکنه یه پلن دیگه همون امتداد. خب یا محور وای هم همچنین. حالا من یه دونه به دو راستای محور وای یه ریپیت بهش اضافه میکنم. از قسمت رزولوشنش هم میتونم مثلا مقدار 15 رو بهش بدم. ببینید جزئیاتش بیشتر میشه. اینم برای قسمت رندرش 15 بدن کافیه. قسمت تایم برای قسمت حرکت و مواج کردن موج آب هست. خب الان من پلی رو که از اینجا بزنم هیچ حرکتی ما نداریم. خب پس برای این کار من به فریم 0 برمیگردم و از اینجا یک کی فریم بهش اضافه میکنم. میرم تا حالا هر فریمی که هست 250، اینو میتونم مقدارش رو به 20 افزایش بدم و یه کی فریم هم بهش بدم. خب ببینید از اینجا راست کلیک من میکنم، قسمت اینترپولیت مود رو اینو میذارم روی لینیر، که این مقدار 20 تایمی که بهش اضافه کردم به صورت خطی انیمیشنش رو اجرا کنم. خب پس روی لینیر میذارم. حالا من پلی رو که بزنم میبینید اینجا این حرکت موج آب رو داره. خب ما همین الان تونستیم سطح آب یا همون جریان آب رو درست کنیم. حالا برای اینکه مواجش کنیم و حالا اقیانوس و موج و کفش رو هم درستش کنیم، ما با قسمت ویو کار داریم. از این قسمت خب اینجا هم که بین تنظیمات دیگهش، حالا سایزش برای همون بزرگ نماییش و کوچک نماییش، حالا فعلا با این قسمت زیاد کار نداریم. توی تنظیمات ویو ببین اسکیلی که اینجا داره، این دقیقا برای همون قسمت مواج کردن همون اقیانوسه. اینو من میتونم بذارم روی 3000 باشه. از این قسمت اسمالست ویو، این برای اینه که اون جزئیاتش از بین میبره. این برای مثلا جای کارتونی اینا به کار میاد. اینجا اصلا ما به کارمون نمیاد. اینو اصلا دست نزنید اگه میخواد که یک صحنه اقیانوس واقعی گرایانه داشته باشی. از قسمت چامیکم ببین این قسمت هایی که برای موج هستش اون قسمت ها رو تیز میکنه. خب اینو من میتونم حتی یه ذره بیشترش کنم. البته اینو میتونم روی همون یک بذارم، خیلی هم نیازی ندارم که خیلی تیز بشه. فعلا این مقدار اوکیه. واین ویلوسیتی هم برای قسمت بادیه که به موج اینا میزنه. و اما از این قسمت من میتونم اینو یه ذره مقدارش رو مثلا روی 0.100 بذارم. این برای قسمت دایرکشن یا اون قسمتیه که ما میخوایم موج به کدوم ور حرکت کنه. خب جریان آبه. ببین مثلا من دایرکشن اگه بذارم روی 90 درجه، خب ببین این به این سمت از مثلا محور، مثلا اگه توی محور X باشه از این طرف به این طرف میره. دمپینگ هم برای بالا پایین کردن همون موجه. خب اون مقدار تاب موجی که روی این اعمال شده، اینو میتونم حتی یه ذره بیشترش کنم. مثلا حالا روی 6 میذارم. خب ما تا اینجا انیمیشن اقیانوس درست کردیم. حالا بریم برای متریالش. خب من روی این کلیک میکنم و از قسمت متریال روی نیو متریال میذارم. اینجا وارد تنظیمات رندر میشم، اینو بذارم روی سایکل، اینم روی جی پی یو. خب از اینجا وارد تب شیدینگ میشم و اینو یه خورده به این سمت حرکتش میدم. اینجا ما نودایی که احتیاج داره، من شیفت ای رو میزنم اینجا و یه دونه اتریبیوت باید بیاریم. الان میگم چرا باید اینو رو بیارم. این برای قسمت فوم یا همون کف آب هست، یعنی اونجایی که موج داره میزنه یه کفی هم ایجاد میشه دقیقا برای کفه. الان بهتون میگم چجوری. حالا کفش هم باید بیاریم و یه کالر رمپ هم من از اینجا میارم. خب اینو یه خورده باید بیارم این ورتر و یه دونه هم که میکس کالر رو باید بیاریم. خب این میکس کالر هم اینجا میارم. ببین توی اون تنظیمات مودیفایر ببین اینجا ما یه گزینه داشتیم فوم. خب این برای کفه. من اینجا میزنم همون نیمش رو میزنم روی همون فوم و از این قسمت هم اینجا هم همون فوم رو مینویسم. خب بعد فک رو به فک کالر رو وصل می‌کنم. کالر رو به یکی از این قسمت، حالا A رو B روی A من میارم و از اینجا میکس رو میذارم روی اد و اینم حالا میتونم تا آخر ببرمش و
از اینجا هم که به ریزوتو به بیس کالر متصلش کنم. خب ببین یه حالت کف اینو توی بین موجا ایجاد شده، یه خوب بیارم پایین تا. از اینجا من یه رنگی هم بهش بدم و اینجا الان شما اون فوم و کف موجها رو بین موجها رو شما میبینید. حالا اگه بخوام این بیشتر بشه، ببین از اینجا من میتونم تنظیمش کنم از خاصیت کالر رم. خب اینو من میتونم یه خورده بیارم پایین و قسمت سیاهیش رو یه خورده، اگه البته سیاهیش رو بیشتر کنم که اون مقدارش رو کمتر کنم. خب اگه میخوام بیشتر بشه، یه خورده سیاهی رو میخوام اون قسمت سیاهیش رو کمتر میکنم. ببین هر چقدر قسمت سفیدیش رو بیشتر کنم، اون بیشتر میاد تو چش. حالا من از اینجا وارد رندر میشم، فقط این که من از قسمت انوایرمنت خب یه انوایرمنت تکسچر میارم. ببین از قسمت اوشن رو میتونم اینو بیارم میشه آب، و از اینجا تنظیمات رندر فیل مثلا ترانسپرنتش هم بزنم که پشتش بره، اینو هم بزنم استوب فعلا. خب یه سری کارهای دیگه مونده تو قسمت متریالش. ببین از همین قسمت، خب با متالیک که کاری نداریم، متالیک برای قسمت فلزیه. خب رافنسش رو میارید پایین شما حتما برای اون باستاب نور رو ایناست که روی آب هست، این حتما رافنسش پایین باشه تا تصویر واقع‌گرایانه تری به ما بده. و آی آر آر هم اینجا شما میتونید بیشترش هم کنید، مثلا میتونید روی 3000 بذارید اینجا. خب به همین راحتی ما میتونیم توی بلندر انیمیشن و ساخت اقیانوس انجام بده، فقط اینکه من توی قسمت تو قسمت مودیفایرها اون رزولوشنش رو به 30 افزایش دادم. خب یه خورده خب سنگین‌تر میشه، ولی خب اون جزئیاتش هم بیشتر میشه. خب و یه دونه لایت سان هم بهش دادم تا اون رفلکت و باستاب نور روی اون میبینید اینجا رو به روی آب خورده و تصویر بهتری رو به ما میده. ببینید برای قسمت رندر هم، برای اینکه بخواد رندر بگیرید، من گذاشتم روی سایکل جی پی یو و اینجا حالا این دینویزه که فرق نمی کنیم برای قسمت ویوپورت، من از قسمت رندر این سمپل شده شم روی سی او دو. الان میخوام رندر انیمیشن این رو بگیرم هم که هیچی نیاز نیست، شما میتونید موشن بلور رو هم فعال کنید. خب تایم رندر رو بالاتر میبره. خب و از قسمت آوتپوت، خب اینو من میذارم روی 30 فریم باشه و از 1 تا 250 فریم، یعنی از فریم اول تا 250 میخوام رندرش رو بگیرم. توی چه قسمتی، توی چه فولدری باشه، من گذاشتم روی درایو ای انیمیشن و فولدر اوشن. خب و روی پی ان جی اینا هم که ایناش هم اوکیه دیگه، همینه دیگه. بقیهش هم که رندر انیمیشن رو میزنیم و خروجی کار رو هم فایل نهاییش هم که با هم دیدیم. اگه از اینجور آموزش خوشتون میاد و میخواید که آموزش دیگر دست دارید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید.